نام کویر همواره با سختی و خشکی و بیابی، طوفان شن و صد البته آسمان پرستاره و شبهای خنک و مردمان سخت کوش و باصفا اجین بوده است. این بار ما در حاشیه کویر معروف ایران یا همان دشت کویر و در استان دیدنی و هنرخیز اصفهان به دیدن روستای زیبا و خوش آب و هوا خواهیم رفت. ابیانه روستایی به قدمت تاریخ و همانند تابلوی نقاشی است که گذر زمان این تابلوی زیبا را ارزشمندتر کرده است. شنیدن نام ابیانه برای کسانی که با آن آشنایی دارند، روستایی با خانه‌ها و دیوارها و کوچه باغ‌های سرخ رنگ را تداعی می‌کند. این روستا در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز و در دامنه کوه کرکس واقع شده و به اعتبار معماری بومی و بناهای تاریخی پرتلفوش از روستاهای استثنایی ایران محسوب می‌شود. ارتفاع این روستا از سطح دریا 2161 متر می باشد. خانه های این روستا تماماً بر روی دامنه پرشیب شمال رودخانه برز رود ساخته شده. و اما در مورد وجه تسمیه آن در زبان محلی به ابیانه ویونا گفته می شود. وی به معنی درخت بید و ویونا به معنی بیدستان است. ابیانه در گذشته بیدستان بوده. در طول زمان ویونا به ابیانه تغییر یافته است. نوشته و اثری که قدمت دقیق ابیانه را معلوم کند در دست نیست، ولی کارشناسان قدمت حداقل 1500 ساله را برای آن تخمین می‌زنند و آن را از کهن‌ترین زیستگاه‌های انسانی در حاشیه دشت کویر ایران می‌دانند. آثار و بناهای تاریخی نسبتاً زیادی در ابیانه وجود دارد که مربوط به دوره‌های ساسانی، سلجوقی، صفوی و قاجاریه است و این آثار تایید کننده قدمت تاریخی این زیستگاه انسانی است. قدیمی ترین اثر تاریخی ابیانه آتشکده است با نام آتشکده هرپک که مانند دیگر بناهای این روستا در سراشیبی و در میانه روستا یا محله سرکوله قرار گرفته. محققین آتشکده ابیانه را نمونه ای از معابد زردشتی دانستند که در جوامع کوهستانی ساخته می شد. این بنا در 3 طبقه با 4 طاقی و از سنگ، لاشه و گچ ساخته شده است. اثر تاریخی دیگر این روستا مسجد جامع آن است که در محله میانده گذر اصلی ابیانه و در فاصله کمی از امامزاد زیارت قرار گرفته و در قرن 5 ساخته شده. این مسجد دارای محراب بسیار نفیسی است که در دیوار جنوبی شبستان قدیمی قرار گرفته. در این محراب تزئینات بسیار زیبایی به کار رفته و اطراف آن سوره یاسین به خط کوفی گلدار و ساده کنده کاری شده و تاریخ ماه جمادی الاول سال 477 هجری قمری بر روی آن حک گردیده است. همچنین منبر چوبی منبت کاری شده قدیمی ترین اثر تاریخی این مسجد به شمار می رود که در سال 466 هجری قمری ساخته شده است. شبستان جدید این مسجد سالن بزرگی است که در محوطه میانی آن نورگیری در سقف قرار گرفته. سقف این سالن از نوع کرکس پوش به شکل بال گسترده کرکس است و بر روی آن
کتیبه هایی از آیات قرآن وجود دارد. مسجد قدیمی دیگر ابیانه مسجد برزله است که دارای فضای دلبازی است و از نوشته روی لنگه در شرقی آن می شود فهمید که در سال 701 هجری قمری ساخته شده و مربوط به دوره ایلخانان است. دیگر مسجد تاریخی ابیانه مسجد حاجتگاه است که کنار صخره‌ای در کوهستان بنا شده و بر در ورودی شبستان آن تاریخ 952 هجری قمری مشاهده می شود. زیارتگاه معروف روستای تاریخی ابیانه هینزا نامیده می شود. در قسمت جنوب شرقی ده دره کم عرض و طویلی وجود دارد که به هینزا شهرت یافته. در دل صخره جنوبی تو رفتگی اتاق مانندی است که در جلوی آن پنجره چوبی مشبکی نصب و ساختمان زیارتگاهی بنا شده است. این بنا به قولی منتسب و مشهور به زیارتگاه بی بی زبید خاتون از فرزندان امام موسی کاظم است. برخی علت این انتصاب و شهرت را این می دانند که وی در یک موقعیت اضطراری مدتی را در این اتاقک در پناه مردم ابیانه بوده و بعدها به روستای هنجن در 20 کیلومتری ابیانه منتقل و در آنجا از دنیا رفته است. گروهی دیگر عنوان کردند که هینزا تحریف شده نام میتراست و مکانی برای پرستش میتراست. علت آن هم میتواند این باشد که ایرانیان باستان بر پایه عقاید خود معابد میترا را در کنار نهر و یا جویهای آب می ساختند. و جالب این که این بنا نیز در کنار یک جوی آب همیشه روان ساخته شده است. در ابیانه سه قلعه وجود دارد که عبارتند از پال همونه یا تخت هامان که در جنوب غربی ابیانه قرار دارد. این قلعه حدود 200 سال پیش ساخته شده و سند ساخت آن نیز وجود دارد. نکته جالب این که در این سند سهم افراد در ساخت قلعه مشخص شده است. دوم قلعه هرده که در شمال شرقی روستا قرار گرفته و به محله هرده تعلق دارد و سوم پاله که در شمال غربی روستا واقع شده و به محله پل تعلق دارد. این قلعه ها مربوط به دوره های یاغیگری بوده که مردم برای حفظ امنیت خود در مقابل یاغی های محلی و جلوگیری از شبیخون دزدان و یاغیان ساختند و در آن به نوبت کشیک می دادند. بارزترین مشخصه روستای ابیانه این است که نمای خارجی دیوار خانه های ابیانه با خاک سرخی که معدن آن در مجاورت روستاست پوشیده شده. سرخی طبیعی که از عجایب طبیعت این منطقه و روستاست همچون خونی در رگ کوچه های این روستا جاری است و رنگ زندگی را به خشت خشت دیوارهای آن می پاشد تا نشانی باشد که ابیانه هنوز زنده است و نفس زندگی هنوز از روزنهای زمین آن خارج می شود. این خاک سرخ از معدنی که در مجاورت روستا وجود دارد تأمین می گردد و علت استفاده از این خاک را استحکام آن در برابر باد و باران ذکر کردند. از آنجایی که این خاک دارای مقدار زیادی اکسید آهن است و حالت چربی که دارد مانع نفوذ سریع آب به بافت گل می شود. این رنگ قرمز به عنوان پس زمینه این تابلوی زنده در همه جا و در کنار رنگ پوشش مخصوص زنان و مردان ابیانه و سبزی درختان و گیاهان به ویژه در فصل بهار هارمونی عجیب و هماهنگی زاویه‌الوصفی را برای بازدید کنندگان
و مسافران ایجاد می کند. ابیانه در وهله اول روستایی چند طبقه به نظر می رسد که در بعضی موارد تا چهار طبقه آن را می شود مشاهده کرد. اتاق خانه ها در ابیانه به پنجره های چوبی ارسی مجهزند و اغلب خانه ها دارای ایوان ها و طارمی های چوبی پیش آمده مشرف بر کوچه های تنگ و تاریکند که خود منظره جالبی به این روستا بخشیده. از آنجا که در دامنه های شیبدار ابیانه فضای کافی برای ساختن خانه های مورد نیاز وجود ندارد، در این روستا چنین رسم شده است که هر خانواده انبار قارمانندی در تپه های 1 کیلومتری روستا در کنار جاده و نرسیده به ابیانه ایجاد نماید. این غارها که در دل تپه ها حفر شدند و از بیرون تنها درهای کوتاه و محقر آن نمودار است، برای نگهداری دام ها و نیز آذوقه زمستانی و اشیای غیر ضروری مورد استفاده قرار می گیرد. داشتن این انبارهای اختصاصی یکی دیگر از موضوعات جالب نحوه زیست ساکنین این روستاست. مردم ابیانه به سبب کوهستانی بودن منطقه و دور بودن محل زندگی آنها از مراکز پرجمعیت و راه‌های ارتباطی، قرن‌ها در انزوا زیسته و در نتیجه بسیاری از آداب و رسوم قومی و سنتی را از جمله زبان و لهجه قدیم خود حفظ کردند. زبان مردم ابیانه از زبان‌های ایرانی شمال غربی که قدمت آن به دوران هخامنشیان باز می‌گردد، در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده و اکنون فقط شمار کمی از واژه‌های اصیل پهلوی در گویش آنها شنیده می‌شود. لباس سنتی مردم ابیانه هنوز هم میان آنها رواج دارد. لباس محلی زیبای زنان مربوط به عهد صفویه و لباس مردان شبیه لباس سنتی بختیاری هاست. مردان شلوار گشاد و درازی از پارچه سیاه همراه با روغبا و نوعی جلیقه بر تن می کنند و لباس زنها پیراهن بلندی از پارچه های گلدار و رنگارنگ و یک دامن کوتاه چیندار مشکی. راه معاش مردم ابیانه کشاورزی و باغداری و دامداری است که با روش‌های سنتی اداره می‌شود. بیشتر زنان در امور اقتصادی با مردان همکاری دارند. ابیانه دارای 7 رشته قنات است که برای آبیاری مزارع و باغات مورد استفاده قرار می‌گیرد. گندم، جو، سیب زمینی و انواع میوه به خصوص سیب، آلو، گلابی، زردآلو، بادام و گردو در ابیانه کشت می شود. البته در سالهای اخیر قالی بافی هم در ابیانه رواج پیدا کرده و نزدیک به 30 کارگاه قالی بافی نیز دایر شده. در گذشته گیوه بافی از جمله شغلهای پردرآمد زنان ابیانه بود که امروزه به دلیل کم شدن استفاده از این نوع پاپوش سنتی، هنر گیوه بافی تا حدی متروک شده. خلاصه این که روستای تاریخی ابیانه روستایی است بکر و دست نخورده که در تپش زمین سرخان میتوان صدای بهار را بی واسطه شنید.